بهشم هشم ناسه و نسلی اخترازی والانو مشه مراشا قهیلت یعقف به ازوت هشم ادامه توضیحات آراب و مقادش در پاراشای تذریه پاسوق دوم فصل دوازده که چرا گفته لغت تذریه رو به کار برده احتیاج نبود میتونست بگه ایشا دا دازاخار زنی هرگاه متولد کند پسری را تزریه میتونست نگه ضمن این لفظی است که برای آینده به کار برده میشه ولی ویالدا لفظ گذشته است چرا تزریه رو آینده گفته ویالدا رو گذشته فرمودن هارا برای خیلی مقادش یش اود لیلوها میلیم خداوند این کلمات رو که انتخاب کرده دلیل و همه با حکمت و بایر از رو و توضیح داده میشه بر طریقی که پاسوق تحلیم 139 میفرماید آخور واقدم سرتانی و دراش گردن خزال آخور یعنی آخر لخولم هستیم از تمام مخلوقات یعنی انسان بدنش در روز ششم آخرین روز آفریده شد واقدم لماسه برشید یعنی نشاماش اول در خلقت آفریده شد به روی این مرخفت روی از طرف خداوند پرواز میکرد برای شما توضیح توضیحا خدمتون بگم که میفهم رو خوش ملخ این روح ملخ بود که از آدم ملخ ماشی هم یک انسانه که اون واقع آفریده شد پس کی شته یه سیروت با آدم دو تا خلقت در آدم هست یه سیرت ها روح خلقت روحش که در ابتدای خلقت بود به سیرت گوف خلقت بدنش و جسمش که در آخر خدمت بود. خلقت بود و اینه به از را و اینک در زمان به صلاح تخم ریزی کردن آمرو زال خخامیم در دو عرقادش می فرماید که کفی حکوانا بر طبق اون نیتی که زن و شوهر نیت می بندن. کشیده میشه به اون بچه که قراره به وجود بیاد آن جان خاص و این یخشوب اگه فکر کنه فکرهای بد آسم و کسیف و کشیده میشه به اون بچه جانی ناپاک و اگر فکر کنه در تاهراج زای مقدس زای قدش میکشه جان مقدس رو بر وجود اون بچه از قسمت زیرنویس نویس میفرماید از زوهر اقادوش اون افرادی که صدیق هستن خوشا به حالشون که مشغول میشن به تورا راه های عشم رو میدونن و مقدس میکنن خودشون رو در زمان حامله شدن در قدوسیت پادشاه و اونها مقدسن در تمام اعمالشون و بنابراین اونها روی مقدسی رو از بالا بر فرزندی که قراره به وجود بیان میکشن و تمام بچه هاشون صدیقیم واقعی هستن اینها هم ملق فرزندان ملق فرزندان مقدس خونده شدند و آسپشالون وای به اونهای رشایی می که اونها بی هستند و تمام اعمالشون از روی بی, بی هیایی و پریسوته و اونها بچههایی رو به دنیا میارن که از جنبه توما و ناپاکی است که نوشته به نیتمتن بام و کسی که میاد ناپاک بشه اون رو هم ناپاکش میکنم چون خودش میخواد میره راه رو براش باز میکنه بنابراین این فکر در اون زمان ارتباط بسیار مهم و اساسی است که فکر مقدس برای رضایت هشم برای اجرای میسوا و در فکر صدیقیم هست که بچه هاش هم این چنین پاک و صدیق و خداشناس و افرادی باشن که ترس از خدا دارن و با نیت قدوشا و اجرای میسوا به این مسئله نزدیک بشه سهولمت بیا و یاد بگیر از بچه های از صدیق مفلا اون صدیق برجسته خیز خیامل خالا و اشه ناسا که اومد دختر یشعیا عنابی رو گرفت که گفت به این زخوت ما بتونیم بچه های خوبی بیاریم زخوت خیزخیا و زخوت یشعیا در براخوت یود داف یود امودریشون می‌نیسه اون میکال ما و که از جنبه ای که این زن زن خیزخیا امیر فکر می‌کرد در مورد غلامان مرودخ دخبلدان کشیده شد جان بدی به دو بچه‌اش و اونها به راه بتپرستی کشیده شدند و بنابراین اصل اون تولد اون بچه کشیده شدن آن جان پاک به اون جنینه که در زمان ارتباط است و قبل از اون که باید فکرایی کنه که فکرایی خوبه و در اون زمان یک فکرایی مقدسی رو داشته باشه زیرا بعد از اینکه این رابطه تموم شد دیگه فکر کاری نمیکنه که قادم کوخ قبلا مقدم شده قدرت اون فکر که از اون اون زهره و اون بچه به وجود میاد به اون معمرکاتوب که تزریه و یالدا این همون گفتار پاسخی که میفهماد که تزریه و یالدا داره اطلاع میده که اصل اون زایمان در زمان اون ارتباط هست موقعی که تزریه که وال یالدا شاکی تزریه و یالدا میگه تزریه که شد دیگه یالدا تولد شده به خاطر این تضیه رو آینده گفته یالدا رو به گذشته گفته و یا معشا یا چیز که شده شده یعنی ارتباط که تموم شد دیگه این متولد شده این نفشته و را ایم لو آیا اینجان پاکه یا نه و این تیقوال و نیست که بخواد واژگون کنه معشه که بارو چیز که دیگه شده بعد متا معشه ایت از مادام به بخینت تلدا و از حالا اون چیزی که اجرا میشه و تجسم پیدا میکنه در جنبه زایدن همون در زمان از یعنی تخمیزی و ارتباط از زیرا اون وقت اصل تولد از جنبه جانی که اصل آدم این اون نشاما و اون نفش پاک رو اونجا بهش میدن و باید اداوار و همسای و دیگه تموم شده کار به وجود اومده و اون قطره خارج شده و همچنین نعلام این پوشیده است تیغرا لدا خونده میشه تولد یعنی همچنانی که این پوشیده است و به چشم دیده نمیشه و در پنهانه بلی این در واقع بچه متولد شده می تو خیود دواره نویل تسکیل و از اندرون و داخل این مطلب ما زیرک میشیم که پاسخ گفته در مورد ابرام و سارا برشته دوازه پاسخ پنج به تنه فششه راسو بخاران آن جانهایی که درست کردن در خانان یه مقداری توضیح میدیم خدمتون این ایراد بزرگیه که مگر نه اینکه همه دنیا جمع بشن یک پشه ای رو نمیتونن به و دیگه نمیتونن درش نشما بدن چطور اینجا گفته آن جان هایی که درست کردن در خاران بلکه میفرماید که اون تخم ریزی اون ارتباط خونده میشه لدا و در اونجاست که نفش قدوشا داده میشه و اینجا مفهوم میشه با لفظ اشر آسو که ادامه میداره و خیلی مقدش میفهمد چه منفا شد چه آسو به زیبگوام یعنی ابراهام و و شلوم و سالای منواله و شلوم اینا با ارتباطی که با هم داشتن با ازدواجشون اون جانها رو آفریدن با وجود اینکه سارا نمیتونست حامله بشه ولی ارتباط اونها آمیزش اونها اونقدر با قدوسیت و فکر پاک بود که از هر ارتباطی که اونا با, دا با هم داشتند جانهایی آفریده میشد که از این جانها درسته که اگمشلود ابن عقب شلا ایم جس نداشتند لومی پنزه کاخت ایمت به خاطر اینکه اونا جس نداشتن ولی حقیقت گم نمیشه اونها وارد میشدند و میرسیدن به اون افرادی که میخوان تشوبا کنن میخوان گسدق بشن یک تا پرست بشن و مثل ای که ابراهام و بیناراشون و سالی بیناراشون اونها رو به وجود آوردن و اونها رو ساختن مطلبی رو از دو میاره زیر نویس که میفرماید که راب متیفتا آمرکتی و تی سارا اقارا این لا بالات با سوق میفرماد سارا نازا بود و بچه ای نداشت خب معلومه وقتی نازا بوده بچه ای نداشته این چی میخواد به ما بگه بلکه برای ما توضیح میده که ولده یعنی بچه مادی تولید نکرد این لا یعنی بچه‌ای که مادی باشه نداشت ولی نشاما تولید کرد و در اون ارتباطی که اونها اون صدیقین با هم داشتن نشامات رو برای اون گرسدقه های اون زمان که در خاران بودن به وجود آوردن یعنی اونهایی که میخواستن بیان گرسدق بشن از نشامه که ابرام و سارا به وجود آورده بودن گرفتن همونطوری که انجام میدن نشامات صدیقین در گن همینه که نوشته به عنفش از شراسو به خاران هایی که درست کردن در خاران ودای آسو و ولیدو نفاشد لگریم یعنی برای اونهایی که میخواستن به یک تا پرستی برگردن نفاشد و نشامه هایی رو دادن که از اون ارتباط خودشون به وجود اومده بود امیدواریم که زخوت رو برای خیم و تمام صدقی ما بر ما باشه ان شاء و بچه بچه‌هامون بچه بچه و تمام نسل ما اهل تورا و میسوا و گمیلوت خسادین باشن افراد صدیق واقعی و خداشناس واقعی باشن